خوش آمدید دوستان عزیز حاضر صداهای از افغانستان برنامه است که به صورت لایف و مستقیم به دو زبان به زبان دری و به زبان آلمانی نشر میشه و شما او را در یوتیوب میبینین در اخیر برنامه باز هم شما میتونید سوال هایتان را مطرح بسازین و سوال هایی را که از در چت میتونید هم بنویسین خوش آمدین خانم مبین اسایی خانم ابراهیم خیل عزیز و خانم نتالی امیری خبرنگاران و مخاطبان گرامی حاضر در سالن طالبان از این هفته کارمندان رسانه‌ها را با خشونت بیشتر تعقیب کرده اند. روزنامه‌نگاران مجبورند صورت خود را بپوشانند. بسیاری از مدت هاست کار را متوقف کردند. از ترس سرکوب در حال فرار یا مخفی شدن هستند. چطور است هنوز امکان گزارش در افغانستان وجود دارد یا خیر در این مورد امروز صحبت خواهیم کرد ما هفته قبل در مطبوعات و یا رسانه ها شنیدیم که دولت فدرال آلمان به تازگی تصمیم گرفته 25 میلیون یورو برای پذیرش افراد از افغانستان را تصویب نماید ای در ابتدا یک شماره بسیار کلان است و خوب به نظر میرسه اما ما بالای آن انتقاد داریم این موضوع است که امروز میخواییم در مورد صحبت کنیم ما همچنین برای اولین بار نتایج در مدت طول مدت این برنامه یک بررسی را هم در نظر خود داشتیم شکل ابراهیم خیل یک خبرنگار تلویزیون است که در سال 1983 در ولایت کاپیسا در شمال افغانستان به دنیا آمده است خانم ابراهیم خیل در رشته ژورنالیسم پوهنتون کابل تحصیل نموده و او در اونجا رژیم اول طالبان را تجربه کرده از زمان تحصیل تا 2016 وی برای طلوع و طلوع نیوز و دو فرستنده تلویزیونی معروف افغانستان کار میکرد او در پهلوی فعالیت های دیگر با آمد کرزای رئیس جمهور پیشین افغانستان نیست مصاحبه داشت در سال 2016 با خانواده خود با آلمان پناه برد از 2018 به ایسو در بخش افغانستان دویچه ویله کار میکند او حالا در درمشتاد اقامت داره و در بن مشغول کار است شکلا جان دوچه ویله به تازگی مطالعه در مورد وضعیت روزنامه نگاران انجام داده وضعیت خبرنگاران در حال حاضر چگونه است؟ ما با منشوتس آغاز کنم به خاطر همکاری و همبستگی با همکاران ما در افغانستان با ژورنالیستان در افغانستان میخوایم که با اونا همبستگی خود داشته باشم. شما قسمی که گفتین ما دوچه ویله یک گزارش را نشر کرده بود در مورد وضعیت خبرنگارا در افغانستان وضعیت خبرنگارای زن در افغانستان متاسفانه پس از او گزارش وضعیت بدتر و بدتر شده است قسمی که شما اشاره کردین وضعیت خبرنگاران زن بدترتر شده و اونا مجبور شدند پس از آخرین فرمان طالبا صورتشان را در پرده های تلویزیون بپوشانند Sonst
از زمانی که طالبان به قدرت رسیدند تا به حال در حدود 80 خبرنگار به طریقه های مختلف گرفتار شدند و اکثرشان با خشونت همراه بوده. با گذشت هر روز صاحب در برای آزادی بیان در افغانستان تنگتر شده و خبرنگاران نمیتونن آنچه که میخوان آنچه که اتفاق میفته او را گزارش بدن. ما در طول چند روز جمعه فرمان طالبان صادر کردن در رابطه به اینکه باید خبرنگارای زن صورتشان بپوشانند، اما دو روز خبرنگارا تا روز یک شنبه مقاومت کردند. شما میفهمید که مقاومت در برابر یک رژیم دکتاتور ساده نیست، اما اونا با همه چالش ها اونا تا روز یک شنبه مقاومت کردند. بالاخره با فشارهای مکرر وزارت امر بالمعروف و طالبان مجبور شدند، وادار شدند که باید صورتشان را بپوشانند. در کنارش به خاطر همبستگی با اونا خبرنگارای مردم با صورت‌های بسته در تصویر ظاهر شدند. همکاران مرد ما هم دیروز در دوچه وله به خاطر همبستگی با خبرنگارای زن در افغانستان ما هم ماسک پوشیدن و صورتشان پوشاندن. روزانه اکثر خبرنگارا در ولایت ها خبرنگارای زن اکثرا هیچ وجود نداره و به صدها رسانه ها در ولایت ها بسته شده نسبت محدودیت ها و مشکلاتی که وجود داره. پیش از رژیم طالبان 100 رسانه تصویری در افغانستان فعالیت داشت. 100 رادیو بود، 10 رسانه‌های چاپی وجود داشت، اما نیمی از اونا بسته شدند و اکثر خبرنگارا شما در جریان هستند که فرار کردن و یا در خانه های خود پنهان هستند و حراس دارند. چند روز پیش در یکی از ولایت‌ها یک خبرنگار طالبان از یک نشست خبری بیرون کردند. امی خودش بیانگر وضعیت بسیار خطرناک آزادی بیان و خبرنگارا به خصوص خبرنگارای زن در افغانستان است. با امی که اینا خبرنگارای زن امی فرمان آخر طالبان را اینا تطبیق کردن، یکی از خبرنگارا یکی از گوینده ها در برنامه لایف تلویزیون گفت که بقره و امی مون شد نمیتونه که مانع مبارزه ما شوه. و این خودش شجاعت میخواد. طالبا هیچ تغییری نکردند. طالبا روز به روز فشارهایشان به همه مردم به ویژه به زنان خبرنگار به خبرنگار زن بیشتر شده و اونا باورمند به هیچ ارزش‌های حقوق بشری به خصوص آزادی بیان در افغانستان نیستند. آزادی بیان روز به روز با خطر فروپاشی و از بین رفتن مواجه است.
بسیار زیاد تشکر مقدار زیرا اتمن سرش بس خود کردیم موبینا سایی یک خبرنگار رادیوی افغانیست او در سال 1982 در بلخ در شمال افغانستان به دنیا آمده و در امانجا بعدا در رشته ژورنالیسم تحصیل کرده او در شهر مزار شریف رادیوی رابع بلخی را بنیان گذاشت این نخستین فرستنده رادیوی در منطقه بود که وی از سال 2003 تا 2016 ریاست آن را به عهده داشت. تمرکز خانم سایی بالای موضوعات مربوط زنان بوده است. او هم در گزارش دهی و هم از طریق برنامه ها صدای زنان را بلند کرده و آنان را در این رادیو، رادیویی که خودش ریاستش به عهده داشت وظیفه می داد. در 6 سال اخیر خانم سایی به حیث مدیر برای سازمان غیر دولتی نی کار می کرد. و این کار او تا تابستان سال گذشته دوام داشت. که برای رسانه های آزاد در افغانستان فعالیت دارد. 2013 برای کارهای خیریه جایزه را نیز به دست آورد. بعد از اینکه طالبان برای بار دوم در اگست سال 2021 به قدرت رسیدند او با فامیل خود در ماه اکتبر کشور را ترک کرد. بعد از سپری نبودن 3 ماه در کشور آلبانیا سایی در جنوری 2022 به کمک سازمان خبرنگاران بدون سرحد یا بدون مرز با آلمان رسید. فعلا او با خانواده خود در ویسلیخ بادن وارتنبرگ زندگی می کند و کورس ادغام را به پیش می برد. در پهلوی آن به صورت داوطلبانه برای فرستنده افغانی وطن یا رادیو تلویزیون وطن کار می کند. شما چطور استین مبینه جان؟ پروگرام تخلیه شما چگونه بود؟ از او زمان تا حال با شما چی میگذره؟ سلام به دوستایی که اینجا هستن، سلام به کسایی که میشنون صدای ما را، وقت همگی بخیر. ما اول تشکر میکنم از کمیته خبرنگاران بدون مرز RSF به خاطر توجهی که در سخت‌ترین شرایط و در زمانی که جدا نیاز بود خبرنگارای افغانستان حمایت شوند، اینا توجه کردند و برای یک تعداد کمک کردند که امروز در یک نقطه امن هستند. ما واقعا از این قلبا سپاسگزار هستم از آدرس خبرنگارای که امروز با فامیلاشون در آلمان هستند. Ja, einen schönen guten Tag allen, die uns hören und einen großen Dank an Reporter ohne Grenzen für die Hilfe, dass viele JournalistInnen aus dem Land herauskamen und jetzt mit ihren Familien in Sicherheit sind. قسمی که شکیلا جان یادآور شدن، ما دستاوردهای خیلی کلانی را در 20 سال گذشته در افغانستان در از آدرس خانواده رسانه‌ها داشتیم که داشتن فضای آزادی بیان، ایجاد رسانه‌های آزاد، حضور زنان در رسانه‌ها، حق دسترسی به اطلاعات، اینا از ارزش‌هایی بود که ما واقعا به او افتخار می‌کردیم. So wie Frau Shakira Ibrahim-Khel auch gesagt hat, hatten wir viele Errungenschaften in den letzten 20 Jahren. Also neben der Pressefreiheit ist es auch der Zugang zu Informationen. Und das alles ist jetzt nicht mehr gegeben. Was ist passiert, dass wir diese ganzen Errungenschaften leider aufgeben mussten? در 2 سالی که در افغانستان بحث مذاکرات صلح جریان داشت، یک تعداد میدانستند و رسانه‌ها بیشتر روی مسئله کار میکردند و میگفتند که این صلح نتیجه برای مردم افغانستان نتیجه خوب نداره، خصوصا برای رسانه‌ها و زنان خبرنگار. In den 2 Jahren, in denen mit den Taliban über Frieden verhandelt wurde, wussten im Prinzip schon alle, dass das vielleicht auch das Ende eben dieser Werte sein wird und insbesondere für Frauen, die im Journalismus tätig sind. و هر روز ما با حکومت افغانستان جامعه جهانی اطلاعات زیر بیشتر می ساختیم یا می دادیم از طریق رسانه‌ها، کنفرانس‌ها و نشست‌ها که طالبان تغییر نکردند، اینا تلاش دارند که قدرت به دست بگیرند، لطفاً افغانستان تنها نمانین. Wir haben der afghanischen Regierung als auch der internationalen Gemeinschaft immer wieder gesagt und ihnen die Informationen gegeben, dass die Taliban sich nicht geändert haben, dass sie im Prinzip durch diesen Frieden nur an die Macht kommen wollen und man dem Ganzen nicht traut. متاسفانه شنیده نشد و تصامیم شکل که باید میشد. افغانستان تنها گذاشتن، ما تمام ارزش‌های ما را که در 20 سال گذشته با تلاش بسیار خصوصا با از دست دادن مسلک‌های ما به دست آوردیم، تمامش از دست دادیم و
ماه آگوست سال 2021 شما دیدین که دیگه ما در افغانستان هیچ چیز نداشتیم و تا هنوز هم نداریم. Ja, im Prinzip haben wir alle diese Errungenschaften aufgeben müssen, gerade im August 2021, als die Einigung mit den Taliban erfolgt ist. زمانی که طالبان در افغانستان حاکمیت پیدا کردند یا رژیم قبلی سقوط کرد، ما در افغانستان بودم و دو ماه با خانواده‌ام اونجا زندگی کردم به شکل پنهانی، گای کابل، گای بلخ، به خاطر اینکه یک چیزی بود که جدا ما و خانواده‌ام زیر تهدید بودیم، مثل سایر هم مسلکای ما که هنوز هم در داخل افغانستان هستند و اونا هنوز هم زیر تهدید قرار دارن. Als die Taliban an die Macht kamen, war ich 2 Monate im Land und habe die Situation gesehen und musste mich verstecken mit meiner Familie und weiß deshalb, wie sich die JournalistInnen fühlen, die jetzt mit ihren Familien noch vor Ort sind. ما در دو ماه اول دیدیم که در افغانستان رسانه‌ها دیگر نتونستن مثل گذشته با شفافیت کار اطلاعاتی‌شان انجام بدن. Ich habe in diesen 2 Monaten ganz genau gesehen, dass die Medien nicht wie zuvor frei und transparent arbeiten konnten. یک تعداد به خاطر اینکه اونا در زمان قبل از سقوط بر علی طالبان همیشه گزارش داشتن، اطلاعات داشتن، کار میکردن، ناگزیر شدن در دو ماه اول از افغانستان از هر آدرسی بیرون شون و ترک کشور خود بکنن. Ja, einige mussten das Land verlassen, derjenigen, die im Prinzip diese Informationen gaben und dementsprechend war keine Aktivität mehr da. یک تعداد در داخل افغانستان به شکل پنهانی زندگی کردن. Und andere mussten sich in Afghanistan verstecken und dort versteckt ihr Leben voran. و کسای مثل ما و یک جمع از فعالین مدنی در افغانستان خبرنگارای اینا توسط سازمان‌های مختلف دانستن که به آلمان، به فرانسه، به کانادا، به امریکا بیرون شوند. Einige JournalistInnen wie Frau Sai, aber auch Aktivisten und Aktivistinnen konnten dann zum Beispiel mit Hilfe Deutschlands, Frankreichs und anderer Länder das Land verlassen. و شما پیشتر گفتند در معرفی که ما بنیانگذار یک رادیو به نام رابی بلخی بودم و او ویژه خانما در بلخ بود که با بهانه آتش سوزی و عوارض تکنیکی او رادیو را بعد از چند ماه حکومت طالبان در بلخ آتش گرفت. امروز او را هم متاسفانه نداریم. Wie Sie in der Vorstellung gesagt haben, habe ich ja das Radio Rabia Balkhi in Afghanistan betrieben und mit dem Vorwand, dass es dort gebrannt hat, wurde im Prinzip dieses Radio und diese Aktivität بسیار ساده نیست که یک کسی قبول کنه که 18 سال در یک جای زحمت بکشه، در اوجا جوانا بیاین کار کنن، در اوجا زنا بیاین صدا بلند کنن و در اوجا با یک هدف بسیار بالا وقت روشنگری جامعه تلاش شوه، ولی یک روز ما اوجا نباشم، همکارایم نباشه و او رادیو رو دیگه فعالیت نداشته باشه و زنا در اوجا استفاده نکنن. ای بسیار دردآور است و من میفهم که شما ایرا درک میکنین. Sie sagt, es ist sehr, sehr schwer, wenn Sie sich vorstellen, dass Sie 18 Jahre an einer Sache arbeiten und im Prinzip für die Aufklärung der Menschen arbeiten, wenn dort Jugendliche und Frauen ihre Stimme erheben können und dann sind Sie kurze Zeit nicht im Land, innerhalb von 2 Monaten wird dieses Werk zunichte gemacht. Stellen Sie sich das mal bitte vor und dann haben Sie praktisch die Situation. Wir wissen, dass der داخل افغانستان وضعیت است چه قرار است، اما ما همیشه تقاضا داشتیم، درخواست داشتیم، پیشنهاد کردیم به خاطر حمایت رسانه‌های افغانستان، حمایت کارکنان افغانستان، حمایت خبرنگارا در داخل افغانستان از سوی سازمان‌های جهانی و کشورهای ائتلاف که به خاطر افغانستان تعهد داشتن. Ja, Sie kennen ja die Lage in Afghanistan, sehen das und wir waren im Prinzip immer dafür da, die Menschen zu unterstützen durch internationale Organisationen, mit denen wir in Kontakt sind, die Stimme der Journalisten und der Aktivisten zu erheben. ما میخواییم از آدرس برنامه امروز برای شما، برای دوستایی که بر افغانستان هزینه کردن، برای مردم افغانستان خدمت کردن و دستاوردهای کلانی را در کنار مردم افغانستان همکاری کردن که در طی 20 سال داشته باشیم. ما میخواییم بگویم که بودن ما یا شکیلا جان یار دوستی در اینجا به این معنا نیست که همه چیز خوب است و دیگه مسئولیت کشورهای دوست و کشورهای کمک کننده تمام شده. Also wir möchten zeigen, was alles investiert wurde in Afghanistan, wie viel gemacht wurde. Und deshalb sind wir, also Frau Sai und Frau Ibrahim Khil, hier, um das zu zeigen. Und مردم افغانستان شما میفهمین از طریق رسانه امروز اطلاعات کذب یا اطلاعات جعلی را به دست میارن، چون طالبان اجازه نمیتن که رسانه به طور شفاف و جب اطلاعات در اختیار مردم بگذارن. Sagt, die Menschen in Afghanistan haben keine klaren Informationen mehr, keinen Zugang mehr zu verifizierten Informationen, weil die Taliban dort die Oberhand haben und praktisch nur falsche Informationen verbreiten. و خبرنگارای ما بشه جان تشکر از صحبتایتان، فکر میکنم که سوال دیگه در جریان است. بسیار ممنون، منتظر سوال بعدی.
و نتالی امیری یک خبرنگار و نویسنده آلمانی ایرانی بوده که در سال 1978 در میونیخ به دنیا آمده. خانم امیری در رشته شرق‌شناسی و اسلام‌شناسی تحصیل کرده. وی در تهران آغاز با کار کرد که از سال 2015 مدیر ARD بود. او در سال 2007 برای دفتر کار کرد. بر علاوه در سال 2011 جایگزین گزارشگران در استودیو در استانبول، آتن و روم و غیره بود. در بایرشه روندفونک و ARD و همزمان در بایرشه روندفونک 2014 و گردندگی برنامه ویلشپیگل را آغاز کرد. در مجله نگاه به اروپا موفقیت ها و جوایز به دست آورد. مثلا برای مستند او در که به حیث ژورنالیست برجسته سیاسی مجله میدیا مگزون و ARD ستایش شد. او بعد از آمدن طالبان به افغانستان سفر کرد و در 21 می 2022 کتاب جدید وای افغانستان بازنده شکست ناپذیر منتظر می شده. این کتاب 100 روز بعد از قدرتگیری طالبان که وای در آن زمان به افغانستان سفر کرده بود نوشته شده. شما 100 روز پس از قدرت گرفتن طالبان به افغانستان سفر کردید. افغانستان چی نوع کشور یافتین؟ من فکر میکنم که یک اشتباه بزرگ بود که در 20 سال اخیر ما کشور را باد از او میبینیم که وقتی من اونجا سفر کردم از درون و از که در 15 آگوست سال گذشته یا تابستان گذشته آمده بود یک شوک بسیار شدید بود که یک کشور تک تک و پاچه پاچه را دم میدید که از امروز به سبا همه چیز اردو و همه چیز شکست میخوره و همه چیز برباد میشه و مردم همه در یک شاک قرار گرفتن. من نتونستم در زمانی که اونجا بودم هیچ مصاحبه انجام بدم چون همیشه اشک های مروان می شد و می دیدم که مردم چقدر افسرده شدن و خانم ها لباس تاریک و حتی سیاه می پوشن. و حال چند وقت پیش حداقل اینا چادری نداشتن و حال چادری هم دیدم شما در قندار و غزنی خانم ها را بدون چادری ندیدم و مردها فقط لباس ملی به تن داشتن و مردم دشنام میشنیدن و مجبور میشدن و تهدید میشدن که اگر بار دیگه باید توی یک حالت دیده شون در نقطه های چک پوینت اونا به تهدید مواجه میشن. اونا پیام های از اونا و تلفن های همراه و موبایل از اونا کنترل میشه که با کی و چگونه چت میکنن. و معمولا کسایی که برای من کسایی که اینا چت می کردیم و پیام نوشته می کردیم اونا می گفتن که از این سکرین شات بگی و چون من پیام دیلیت می کنم و اینا از این ترس داشتن که به دست طالبان برسه. Stress,
سیستمی که فعلا وجود داره ما فکر نمی کنم که بتونه این کشور رهبری بکنه و یک ستایل سیاسی که در اینجا وجود داره و اینا به خاطر از اینکه به رسمیت شناخته شون پول تقاضا میکنن افغانستان دیگه پول نداره و بانک ها نمیتونستن که پول بتن چون صدها نفر منتظر در قطار استاد میشدن تا پول خود را از بانک بگیرن ولی نمیتونستن که پول خود را بدست بیان و حال در مورد اوکراین دیده میشه که میبینن که به جنگ با وجود آمده و اینا بیشتر مردم از تحت فشار آوردن چون فکر میکنن که اونا فراموش شدن. مردم در یک حالت ترس زندگی میکنن و به هیچ چیز اعتماد وجود نداره و امروز با خبرنگاران در افغانستان صحبت کردم که اینا همه چیز از دست دادن و هیچ کس را ندارن که در این کشور از اونا حمایت بکنه. تشکر از شما در مورد ابراز نظر شما و در آینده اینا رو در نظر خود گرفتیم و سرش صحبت خود کردیم. مبینه جان شما تانستین که موفق شوین به اینجا بیاین ولی بسیار یاد هنوز هم در کشور هستن و در سال گذشته بسیار یا از افغانستان در پروگرام تخلیه تانستن که بیرون شون و ما خوشحال هستیم که نهاد خبرنگاران بدون مرز تانست که یک تعداد کمک بکنه. بسیاری ها با اینا آدم متخصصینی هستن که سالها کار کردن و زحمت کشیدن و میتونن که حتی در آلمان هم کار بکنن. ما یک همه پرسی رو در مدت پیش به سه زبان انگلیسی، دری و پشتو براه انداختیم که 124 نفر تا 21 می دو سهم گرفتن و دیگرها هم میتونن سهم بگیرن و در دقایق بعدی میخوایم که این نتایج از او رو براتون نشان بدم و کسایی که ما را لایف میبینن میتونن این را ببینن و کسایی که در سالون هستن اینا به صورت چاپ شده در اختیار دارن و این معلومات بسیار تازه است که به دست ما رسیده. چقدر نفر خبرنگاران بدون سرحد کمک کرده؟ 153 مورد با خانواده هایشان از آگوست سال گذشته که 606 نفر میشه با اعضای فامیلشان اینا در لیست گرفته شدن. چقدر نفر از این افراد تانستن که با آلمان بیاین؟ جمعاً 138 کارمند رسانه‌ای با اعضای فامیلشان که 532 نفر میشه و 90% اونایی است که در نظر گرفته شده بود کمک شوند که اینا در رنلفلس و برلین و هسن جای به جای شدند. 15 نفر هنوز در کشورهای سوم هستن که با فامیلایشان که هنوز
vom Löchern aus Afghanistan ist. ما در کار مشترک که امرای سازمان های بدون به غیر دولتی میکنیم کوشش ما است که به پایان از این مسئله برسیم سال گذشته نهادهای مختلف در این مورد کار کرد ما با کمک تخلیه نظامی اگر کمک تخلیه نظامی نمی بود خبرنگاران بدون سرحد نمیتونست که تعداد خبرنگارا را از کشور کمک بکنه و یا تخلیه بکنه چگونه ای تعداد از افغانستان بیرون شدن 106 نفر اینا به اسلام آباد پاکستان رفتند و کشور ایران رفتند باید بگویم که دولت فدرال آلمان جواب مثبت قبولی را بر ما داد که بر اینا ویزا داد به این صورت ما تانستیم که اونا را به و حالا در پاکستان و اسلام آباد یک سال این پروسه طول میکشه به صورت مجموع باید گفته شود که 56% تمام کسان که ما سازماندهی کرده بودیم یا 56% مردمان ملکی کمک کردن و 31% از 31 کسانی که 31 نفر کسانی که آمدن 21% سازمان جی آی زد کمک کردن و 23 نفر هم که 15%شان باشه به صورت مستقل آمدن و از 12 نفر دیگر 8% تخلیه نظامی که شده اینا هم خبرنگاران بودن ما نمیتونیم بگویم که اینا کسایی که چگونه تانستن که اینا در تایرای نظامی خود رساندن و اونایی که گفته میشه که کمک میشدن و یا مثلا به گفتی افغانا واسطه داشتن کی تانست که به آلمان بیاید تا حال بیشتر مردها اما اینجا گفته نمیشه که کی تقاضا کننده اصلی بوده کسی که امی تقاضا نامه را خانه پوری کرده و بعضاً قسم است که مرد و زن یا زن و شوهر هر دو کارمند بودن اینا یک نظرسنجی ما نشان داد که اینا کجا در آلمان تقسیمات شدن اینا در جاهای مختلف تقسیمات شدن در شهرهای مختلف آلمان و خانم سایی شما حال در جایی که هستین چگونه هست؟ بسیار خوب بله قسمی که شما میگین من از کشور آلبانیا توسط به همکاری کمیته خبرنگاران بدون مرز با خانواده ایم آمدم ما در ایالت بادن ویرتمبرگ هستم شهر وسلوخ در اوجه همه چیز بر من خوب است من راضی هستم اما همکاری های
شهری یا ایالتی اولادای ما کجا درس میخوانن و خود ما که کورس زبان شروع کردیم اینا بر ما شرایط است که همکاری شده و طبق معمول شاید نمیفهم وضعیت دیگر ها چگونه است اما نسبت به اکثریت ما از دوستای میشنم وضعیت خوب است و ما راضی استم از اینجا Ich kam über Albanien und wurde von Reporter ohne Grenzen dabei unterstützt, nach Deutschland zu kommen. Wohne jetzt in Baden-Württemberg, in Wiesloch, kann dort einen Sprachkurs besuchen. Meine Kinder sind wohlauf und ich bin insgesamt zufrieden. Aber was ist hier gut? Ich habe mich gesehen, ich habe mich gesehen. شرایط گذاشته شد که اینکه در کجا میتونم راحت باشم باز برشون گفتم هر جایی که فکر میکنن بر ما مناسب است یعنی راضی بودم از انتخاب که نداشت اوکی also sie wurde tatsächlich gefragt wo sie sich vorstellen könnte zu leben und sie hat gesagt da wo es gut ist das was sie für mich als angemessen betrachten nehme ich gerne an und da wo sie ist ist sie jetzt auch sehr zufrieden و چند تصویر دیگه داریم که در کدام بخش ها اینا کار میکردن و در کجا آمدن بیشترین فیصدی که کار میکردن اینا در تلویزیون بودن و رادیو و بعد مطبوعات و رسانه های اجتماعی جالب است کسانی که در این همه پرسی سهم گرفتن اینا در پست های مسئول بودن ولی مدیریت رسانه ای را هم به عهده داشتن و پست های دیگه و جالب هم است که اینا 88 فیصد اینا تجربه های مسلکی داشتن بیش از 5 سال خب شکیلا جان یک شماره بر من بسیار مهم است که بسیاری ها میخواین بازم میخواین کار خود دوام بتن و باجود که کشور رها کردن و شما گرچه سال 2016 به آلمان آمدین و اونایی که عالم میاین اینا باید تجربه که شما از 2016 دارین اینا به چی نیاز دارن؟ بسیار تشکر ما در سال 2016 وقتی که با آلمان آمدم در ما چون ژورنالیسم war mein Ziel nicht nur Arbeit deswegen ich wollte in diesem Bereich nur arbeiten ژورنالیسم هدف ما بود تنها کار من بود خاطر ما خواستم که هدف خود باید اینجا برآورده بسازم با وجود که هیچ کس نمیخواد که همه چیز خود را رها کنه در یک کشور دیگه بیاید دوباره از صفر شروع کنه. Sagt vielen Dank. Ich kam 2016 bereits, um mein Ziel weiterhin zu verfolgen und das ist der Journalismus. Niemand möchte einfach die Zelte abbrechen, alles zurücklassen und nie wieder das tun, was man möchte. به خاطر که می‌خواستم به این هدفم دوباره برسم با وجود فشارهای رویی که داشتم در اینجا خواستم اول یک مقدار زبان بخوانم و آموزش زبان شروع کردم در کنارش با جاهای مختلف با رسانه‌های مختلف با نهادهای مختلف در تماس شدم که بتانم دوباره به کار خود آغاز بکنم Trotz psychischer Belastungen habe ich einen Sprachkurs absolviert und habe versucht in den Beruf wieder reinzukommen und habe dadurch auch Kontakt aufgenommen zu Organisationen, die mir dabei helfen konnten, weiterhin im Journalismus tätig zu sein. ما با بسیار دشواری به آلمان آمده بودم از راه های خطرناک به گونه غیر قانونی با تفلایم و در راه هم که بودم با خبرنگارای که اینجا با رسانه ها کار میکرد در تماس بودم mit großen Schwierigkeiten und unter großen Gefahren bin ich hierher gekommen mit meinen Kindern durch illegale Wege um eben dieses Ziel zu verfolgen und weiterhin zu arbeiten و خوشبختانه همکارای ما که در آلمان هم دوستایی که بودن اونام تلاش داشتن به نحوی به ما کمک بکنن Glücklicherweise konnten auch KollegInnen, die schon in Deutschland waren, mir helfen, dieses Ziel zu erreichen.
سرانجام ما با دوچه ویلا تماس گرفتم و برام یک شانس پنج ماهی پرکتیکام مساعد شد. Endeffekt habe ich die Deutsche Welle kontaktiert und die haben mir ein Praktikumsangebot gemacht und ich bin dort gelandet. در یک سال ما چون اسناد نداشتم ما نتونستم که با کار آغاز کنم چون اجازه کار نداشتم. Ich hatte keine Dokumente und habe ein Jahr warten müssen, wieder arbeiten zu dürfen. اما بعد از یک سال وقتی من اجازه کار را به دست آوردم بر من با وجود که همه فکر میکردن که بسیار مشکل است من در دارمشتاد زندگی میکردم باید در بن کار میکردم و هر روز میرفتم مگر من گفتم من ایره میتونم شفن کنم و بالاخره توانستم در پنج ماه روز از دارمشتاد تا بن بیایم و کار بکنم و بسیار خوش بودم همکارایم در دوچه ویلا مرا بسیار حمایت کردن و توانستم که با کار آشنا شوم در اینجا تجاربی که اینجا داشتن از اینا بیاموزم و بالاخره توانستم که بازم برای افغانستان و مردم افغانستان در کل برای آزادی بیان کار کنم Ich bin sehr glücklich, dass meine Mitarbeiterinnen in der Deutschen Welle mich unterstützt haben, mir geholfen haben, auch die hiesigen Perspektiven kennenzulernen und weiterhin mich für die Presse- und Meinungsfreiheit einzusetzen und dafür zu arbeiten. Und für die Personen, die gerade gekommen sind, wenn sie diese Chance haben, dass sie zuerst die Sprache lernen und برشان شانس برابر شوه رسانه‌های معتبری که اینجا هستن و برشان برنامه‌های آموزشی برگزار بکنن اونا میتونن که یک یا یک رسانه یا یک وبسایت را ایجاد بکنن و به کار بکنن Es wäre sehr schön, wenn diejenigen, die jetzt frisch ankommen, auch diese Chance bekommen und zum Beispiel zunächst einmal einen Sprachkurs besuchen können und anschließend eben auch Trainingsprogramme bekommen, dass sie in ihrem Beruf bleiben. Und man könnte vielleicht auch eine Website für Sie aufbauen, ein Medium, dass Sie weiterhin tätig bleiben sein können. شما گفتین که اکثرشان کسایی هستند که در تلویزیون ها کار کردن در سطح رهبری بودن کسایی که آمدن اونا میتونن اینجا دوباره به کار خود ادامه بدن ما خبرنگارای زیادی در تبعید داشتیم که اینجا کار کردن مثال زنده شمیل جان هاشمی است که همینجا هستن و سالاست در آلمان به مردم کار میکنن و صدای اکثر مردم هستن اینجا و اونا همی تلاش ها را کردن تا آل بر مردم کار میکنن بر آزادی بیان کار میکنن و دیگر هم میتونن در این راستا کار کنن و به حمایت ضرورت دارن aus Afghanistan kam, in Deutschland jetzt tätig ist und wirklich die Stimme erheben kann für die Community, die hier ist in Deutschland und gleichzeitig auch für die Rede- und Meinungsfreiheit in Afghanistan steht. برنامه‌های آموزشی داشت دیر دوچه میدیا مخر که حمایت میکرد از خبرنگارا در گذشته من که تازه آمدم امرای مام تماس گرفتن من میخواستم در او شرکت کنم خوشبختانه بر من شانس در دوچه ویل مساعد شد و او برنامه بسیار مفید بود به اکثر خبرنگارا را که من میشناسم با حمایت امین هادای رسانه ای آلمان توانستن در رسانه مختلف ایجا کار بکنن Da hat Frau Ibrahim Krehl eben auch einen Kontakt gehabt zu denen. Und dann hat sie aber die Chance bekommen, in der Deutschen Welle zu arbeiten, ist darüber gegangen und sagt, dass es eben diese Chancen geben muss für Journalisten. نماینده های دوچه ویلا یا کارمنده های دوچه ویلا در افغانستان بودن اونا که اینجا آمدن بر از اونا اونا را دوچه ویلا جذب کرده بر از اونا برنامه های آموزشی برشان را اندازی کرده و اونا روزانه امرای ما کار میکنن کسایی که تازه از افغانستان آمدن ما از تجارب از اونا میاموزیم و کسایی که اینجا هستن تجارب خود با اونا شریک میسازن و از اونا اونا شامل کار شدن و دمی راستا کار میکنن hierher zu holen und jetzt lernen wir täglich von ihren Perspektiven, die sie mitbringen. Umgekehrt lernen sie unsere Arbeit kennen, die wir in Deutschland für Afghanistan tun und das ist halt eine große Gelegenheit und sowas sollte fortgesetzt werden. Mhm. Ja.
تشکر شکیلا از تجربه که شما داشتین و از رای را که شما پیمودین بسیار خوب می بود که آله ما یک ساختار می داشتیم که کمک بتونیم و شما را که تجارب داشتین دیجا و کسانی که تجربه دارن از اونا استفاده بکنیم. ماده مای مارچ شاید جنگ اوکراین بودیم و با یک فرومی که برای ژورنالیست ها تهیه کرده بودیم و از نهادهای مختلف که اوجا کمک میکنه که در او ما امی تجارب جدید نیاز داریم. خبرنگارانی که به حساب فرار کردن و اونا را چگونه کمک کرده بتانیم و حمایت کرده بتانیم با ایجاد رسانه ها و به ای که به حس بشر دوستی بتانیم در جامعه آلمانی و هم در کشورهای دیگه کسانی که مهاجرین که از اوکراین میاین ما این تنها افغانستان نیست بلکه واقعات دیگه هم امکان داره که بیایه و ما امی ظرفیت باید ایجاد بکنیم که بتانیم اونا را کمک بکنیم. امسال باید به خبرنگاران افغانستان کمک شود و اینجا همکاران مسلکی هستند که اونا را باید قوی بسازیم. ما از اینجا میخواهیم که بسیاری معلومات دیگر شما میتونین در این مورد در صفحات اینترنتی ما به دست بیارین که چی فعالیت های در این مورد صورت میگیره. نتالی یک توجه دیگر به این تصویر آخری مندازیم کسانی که در بیشترین کسانی که در این نظر سنجی سهم گرفته بودن اینا گفتن که فامیلایشان هنوز در افغانستان است. و پروگرام قبولی در اینجا چگونه هست که حکومت آلمان در این مورد در جلسه اخیر خود صحبت کرده. بسیار امیدوار استم که ما وقت صحبت میکنیم در گپای واقعیت های صحبت کنیم که تنها وعده نباشه که تا حال وعده داده شده و او به حساب عملی نشده. معلومات در این مورد وجود داره. یک پروگرام امرای سازمان های غیر دولتی هم صورت گرفت. بازم گپای بسیار خوب گفته شد و گپای مثبت گفته شد و علاقمندی نشان داده شد اما هیچ چیز صورت نگرفت. ما هنوز منتظر تصمیم از اون هستم که تا حالا هیچ چیز صورت نگرفته. 25 میلیون بسیار بسیار خوش آدمی هایی که میشنوه و دیروز هم امرای همکارا صحبت کردم و میتونیم که یک پل هوایی جور کنیم و ایرا ارزان تر بسازیم و بیشتر اشخاص بتونیم که انتقال بدیم.
تنها 5000 نیست ولی بیشتر از 5000 است که کمک های بسیار عاجل کار دارن و واقعا هست مردمان که در خطر قرار دارن و یا ما هاست که در افغانستان منتظر هستن و از طریق پاکستان و ایران نمیتونن که کارهایشان دوام بدن و پاکستان هم بازی های سیاسی خود میکنه و ویزه پاکستان ماها دوام میکنه تا اینا به دست بیارن و اینا اسناد ندارن و این اسناد کی میته خود طالبا و این اولین پروبلم است و باز سفر به کشور سوم است که چرا باید این مردمی که واقعا خودشان تروما گرفتن و آل باز هم باید زجر داده شان اگر جی آی زد ایره سازمان میته پس تا که تمام از ایراها با واقعیت مبدل میشه یک سال ضرورت داره یا وقتی که کسی بره به پاکستان و دوباره پس باید افغانستان بیاین و من موارد را دیدیم از همکارا که اینا وقت دوباره میان به خطر مادیم میشن و بندی میشن باید تنها به حرف نه بلکه در عمل هم باید ما به این وفادار باشیم این مردم همه چیز از دست دادن باید که اولویت دادشان اونا نه تنها از طرف طالبا تهدید میشن بلکه از به حس وطن پرستی اونا هم اونا را تهدید میکنن و خانم های هستن که اینا خودشان کار میکردن و عواید خودش داشتن و حالا هیچ حقوق ندارن و ما باید در قدم اول به این خانم ها کمک کنیم تشکر من فکر میکنم یک کمی علاوه میکنم که ما امرای وزارت خارجه و یا به سطح وزرا ما در این مورد صحبت کردیم و تجارب را که در هفته های گذشته ما به دست آوردیم من فکر میکنم که اونا را باید با هم تبادله کنیم و تا وقتی که ما این برنامه ها را دقیق نسازیم هیچ چیز اتفاق نخواهد افتاد من فکر میکنم که این تجربه باید که در هفته های آینده دیدیم ولی تا حال ما با وجود که در پارلمان صحبت های در مورد شده ولی ما هنوز برنامه برای قبولی نداشتیم و چگونه این برنامه را پیش ببریم و موارد بسیار بسیار سخت باید در نظر گرفته شود و باید سرش کار شود به نظر ما از دید ما نمیشه که دفعتن تمام اینا مثلا طفل که تازه به دنیا میاد و دوباره در اونجا باشه و در اینجا کشور سوم رفته باشه و دوباره به افغانستان بره و اینا نمیتونن که به مدت دراز به برنامه قبولی منتظر بمانن وقتی که از این آدم ها ما تلفن میگیریم سوال میکنن و آدم میشنوه که صدایشان میلرزه و آدم میبینه که چقدر ترس است و وقتی که آدم میشنوه و که حالت اونا را و
و فکر میکنن که یک کار یک عضو پارلمان میتونه کار اونا رو انجام بده و آدم میبینه که چقدر اینا در حالت بدی قرار دارن. ما راه های مختلف برای رسیدن به آلمان داریم. باید موارد بسیار مشکل را که وجود داره اونا را در نظر بگیریم. موارد سخت که هنوز سرش کار نشده باید سرش کار شود. ما برای برنامه قبولی باید پیش از اینکه سرش گپ بزنیم مبینه جان و شکیلا جان نظر شما را در این مورد بشنوم. امی برنامه قبولی در آلمان شما که در اینجا در تبید هستین چطور است؟ بفرمایید شکیلا جان. تولد قسم آمد که همگی میخواست بیایه به حداقل یک کشور بیرونی بیایم. وقتی ما آمدم آلمان با یک ویزه 3 ماه آمدم و بعد از ختم ویزه 3 ماه قرار شد برای ما تمدید ویزه 3 ساله داده شود که ما هنوز رو دریافت نکردیم. در این جریان شیوه قسم است که وقتی شما 3 ماه ویزه دارین کمک های دولت آلمان رو میگیرین، اما وقتی ویزه تمدید نمیشه یک وقفه میه شما کمک ها رو دریافت نمیکنین و برای کسی که تازه میه یک مشکل است. Sie erzählt von ihrem persönlichen Problem, sagt, als sie nach Deutschland kam, da hatte sie nur ein 3-monatiges Visum und das sollte dann verlängert werden, aber das hat erstmal nicht funktioniert und dann ist das Problem, wenn man natürlich ohne Visum dasteht, dass man keine Hilfen bekommt, keine Unterstützung bekommt. Und ich denke, dass das die Antwort war. Vielleicht gab es ein kleines Missverständnis. Und das Zweite ist, dass es natürlich auch darum geht, wo man wohnt, wo man sich aufhält. خانواده‌های افغان معمولاً از 2 تا 5 تا 6 تا 8 نفر هم یک جای زندگی میکنن، ولی اکثرشون در آیم هستن، حتی آدم یک آیم هم نمیمونن. بعد از جنگ اوکراین آمدن مهاجرین اوکراینی در آلمان مشکلات را برای کسایی که قبلا از افغانستان آورده شده برای از اونا هم ایجاد کرده. نبودن خانه، نبودن یک مسکن دائمی باعث شده که اونا کورس زبان دوام نتن، فرزندایشان به مکتب نرن و این هم میتونه که برای سرنوشتی یک خانواده برای ماهایی که طول میکشه یک مشکل کلان باشه. Also jetzt erzählt über die Schwierigkeiten, die afghanische Flüchtlinge in Deutschland haben. Es sind große Familien und dann für die jeweils einen Wohnraum zu bekommen, ist nicht einfach. Und dann kam der Krieg in der Ukraine dazu, der hat die Situation natürlich nochmal erschwert, dass afghanische Flüchtlinge hierher kommen und entsprechend diese ganzen Möglichkeiten und Hilfen bekommen. سوال دیگه که همیشه خبرنگارا داشتن خصوصا در جلسات قبول دائمی یا تمدید ویزه دائمی بر اینا بوده که هنوز هیچ پاسخی را دریافت نکردن. مثلا گفته شده طبق قانون کشور آلمان اینا بعد از 5 سال تا 7 سال میتونن، که اینا یک نگرانی های هست که وقتی کسایی میان در تبعید در اینجا فکر میکنن که آیندهشان چی خواهد شد. سوالات است که هنوز بی پاسخ مانده و نیاز است که یک جواب قناعت بخش بر اونا که در اینجا زندگی میکنن داشته باشه. Ja, auch bei den JournalistInnen, die jetzt im Exil sind, ist es genauso. Im Prinzip sind sie verhaftet in dieser Bürokratie. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, ne? Zu zeigen, dass diejenigen Menschen, die hierher kommen, mit ganz anderen Problemen behaftet sind, als sich im Prinzip Gedanken zu machen, großartig. Ne? Sie sind mit der täglichen Bürokratie überfordert fast. Mami, ist das schon mal gesagt? ما کوتا میخوایم بگویم، گرچه همه چیز مبینه جان توضیح داد، کوتا میخوایم بگویم در شهرهای مختلف آلمان ما که با کسایی که تخلیه شدن در با آلمان امی قانون یا برخورد با امی مهاجرین که تازه آمده یا با افغانان که تازه آمده متفاوت است. Also sie sagt, dass auch der Umgang mit Flüchtlingen, die hierher gekommen sind, sich unterscheidet in den verschiedenen Gemeinden und Städten. در بعض جاها اونا تانستن زودتر در خانه به دست بیارن، کورس های زبان برشان داده، طفلایشان به مکتب رفته در بعض شهرها. Also in einigen Städten konnten sie relativ einfach eine Wohnung bekommen und auch einen Sprachkurs.
و شهر امو شهر یا امو محل که زندگی میکنن تانسته اونا را بیشتر حمایت بکنه و دی و این گمینه و شتیتی هم استن تاویزه گشفت سی بزاندس گود تو انترستیتس اما در برخ جاها کسایی را که دمی روند تخلیم بیرون شدن به ماها بی سرنوشت بودن در کمپ های بزرگ زندگی میکردن کارت بیمه نداشتن طفلایشان مکتب نمیرفته که با اونا ما در تماس بودیم بعض دوستا و همکارای ما که از افغانستان آمده بودن و ما تا جایی که تانستیم با برخ نهادا تماس گرفتیم که بتانن از اونا حمایت بکنن حداقل سرنوشتشان معلوم شوه viele andere die auch evakuiert wurden ganz offiziell hatten dann im Prinzip größere Probleme kamen in Regionen wo sie in großen Camps in Flüchtlingslagern leben mussten und dann hat Shakila persönlich Kontakt aufgenommen zu verschiedenen Organisationen die helfen können um diese Lager zu verbessern بعد از بحران اوکراین که تعداد مهاجرین زیاد شد نهادهای مختلفی که به مهاجرین یا به کسایی را که تخلیه کرده بودند به آلمان اونا مصروف بیشتر مصروف شدند به او خاطر مشکلات زیادی به کسایی که از چند ماه پیش آمده بودند واقعا به میان آمد und dann mit dem einsetzen der ukraine krise hat sich diese lage natürlich noch mal verschlechtert weil eben auch die flüchtlinge der ukraine versorgt werden mussten und die lage sich dieser afghanischen flüchtlinge nochmal zugespitzt hat. Ja, vielen Dank. Viele der Tashakkur. Bisher ja, als کسانی که از طریق خبرنگاران بدون سرحد کمک شدن و اینا فامیلای دارن در افغانستان که ای هم در نظر سنجی آمده بودن و اینا به صورت دیجیتال از طریق طالبان به خطر افتیدن با راهنمای مراقبت دیجیتال گزارش کردن بدون مرز اکنون یک کتابچه راهنما را ایجاد می کند که ما دفاع شخصی آنلاین این راهنما شامل متون کوتاه مقدماتی است و که خود آدم بتونه خود مطمئن بسازه و حفاظت بکنه و این شامل متون کوتاه مقدماتی و دانش عملی امنیت فناوری اطلاعات به طور که کارمندان رسانه بتونه از خود در برابر نظارت و تعقیب و جاسوسی توسط دشمنان آزادی مطبوعات محافظت کنند و به زبانهای پشتو دری و انگلیسی هست که میتونن از اونا در صفحات ما استفاده بکنن حالا ما از داخل سالون پرسش ها را میگیرم و اگر پرسش های آنلاین وجود داشته باشه میتونن که سوال بشه لطفا خود معرفی کنین میکروفون بگیرین نام مسیرو سلیمی است من برای آردیا کار میکنم و میخواهم که یک تفاوت وجود داشت بین پشتو و دری که آیا ای تنها ایجا فارسی صحبت میشه و پشتو صحبت نمیشه من میخواهم که خانم هاینمن دیگه تقاضا کنم که دی مورد جواب بدن من باید بگویم که زبان عادی در زمان تخلیه همی دری بود و ای نظر سنجی به صورت عموم صورت گرفته و یک بخش او به زبان انگلیسی هم بوده و ja,
آیا کسایی که خانپوری کردن نیک آیا در اینا از کدام نقاط کشور می آمدن که اینا سابقه از این آدم ها چی هست که اینا از کدام بخش های افغانستان آمدن؟ ما آنلاین در این مورد هم در این مورد در این نظر سنجی در نظر نگرفتیم که قوم و یا تبار از اونها چی هست بلکه فقط کسانی که از نقاط مختلف حتی از ولایات پشتونشین و بیشتر از خود مرکز افغانستان کابل و ای آنلاین بوده و افراد مختلف دو سهم گرفتن آیا در بین حاضرین سوال دیگه هم وجود داره؟ شمیلا جان بفرمایید. من تشکر میکنم از برنامه زیبایی که سازمان دادین. کل ما میفهمیم که وضعیت چگونه است؟ در مورد چیزی که ما صحبت میکنیم و در مورد مشکلات صحبت میکنیم ساده نیست. وزارت خارجه روزانه که ما امرای ژورنالیست ها در افغانستان در تماس هستم چیزی که وزارت خارجه به ما روان میکنن و چیزی که خبرنگارا بر ما خانم ها و آقایان میگن سوال میکنن که چگونه خواهد بود آینده چی خواهد شد و ما چی باید بکنیم و در این مورد قدم های بعدی گرفته نشه و راپورتران بدون سرحد و سازمان های دیگه که در این مورد کار میکنن میبینیم که در آینده چی خواهد شد من باید یک چیز علاوه کنم که برای راپورتران یا خبرنگاران بدون سرحد بسیار زیاد افغانستان مهم است و چیزی که در خارج از افغانستان در تبعید گفته میشه بسیار بسیار مهم است و این یک حمایت و به خبرنگاران است که در داخل افغانستان هستند ما جادو نمی کنیم ولی کوشش می کنیم امکانات بیابیم که یا به سطح سیاسی باشه و چهار نقطه را که سرش صحبت کردیم یک ابتکار جمعی باید بگیریم با سازمان های غیر دولتی که ببینیم به صورت مالی چگونه میتونیم و یک دیگر کمک کنیم تا اگر تا نیمه سال بتونیم کمک های را جمع‌آوری بکنیم تا یک ساختار را به وجود بیاریم که بتونیم اونا را کمک بکنیم از پروژه های رسانه‌ای افغانی ما میتونیم بساری تجارب به دست بیاریم این تنها مربوط سازمان خبرنگاران بدون سرحد نمیتونه که این کار بکنه. لطفاً با میکروفون. اندریا مشل استم از اکادمی دویچه وله. من بسیار عالی میدانم فعالیت های که شما میکنین و ما برداشت ما است که شما کار بسیار بزرگ میکنین که خبرنگاران را از بیرون کمک میکنین و حمایت میکنین و اونا را میارین داخل آیا رسانه‌ای را که ما اینجا داریم چی میگن در مورد اسنا
ما باید ادغام امی پروسه ادغام باید یک کمک فراختر بسازیم و یا که از تبعید بتونیم مثلا خبرنگارای به کشورهای خودشان مثل بر اوکراین یا بلاروس یا افغانستان کار بکنن. ما امی برنامه پذیرش و یا قبولی را باید قسم برای ژورنالیست ها که اینجا هستن عیار بسازیم و باید بگویم که مسئله اوکراین با افغانستان تفاوت داره. باید در آلمان باید خانه های رسانه‌ای باید چنان کمک شوند و تقویه شوند که بتونن افغانستان و خبرنگاران افغانستان کمک بکنن. وقتی که ما حمایت خود از اونا ابراز میکنیم که یا مثلا ماسک میپوشیم خودش یک عمل است که ما میخواییم بگویم در این مورد که خبرنگار ما به عنوان خبرنگارهایی که در بیرون از افغانستان کار میکنیم، رسانه های بین المللی که برای افغانستان کار میکنن مثل دوچه ویلا، مثل بی بی سی، مثل وی او ای، ما آل مسئولیت ما چند برابر شده؟ ما باید که مسئولیت پذیر باشیم آله. Möchte sagen, dass wir Journalistinnen, die wir im Ausland sind und für große internationale Sender wie die Deutsche Welle, für Voice of America oder die BBC arbeiten, jetzt im Prinzip noch mehr Verantwortung tragen. ما کسایی که در بیرون از افغانستان فعلا هستند، قسمی که دوستا گفتند، باید بیشتر حمایت شوند. او آزادی را که اینجا دارند، اونا میتونند درست موضوعات را، اتفاقات را که در افغانستان و در سایر کشورها اتفاق میفته او را بتونند در موردش صحبت کنند، مردم آگاهی بتن. ما میفهمیم که در افغانستان دیگه مردم مجبور هستند، صدای مردم باید به قسم به گوش جهان برسانند. haben das Privileg der Rede und Meinungsfreiheit und müssen ihre Stimme erheben und die Stimmen von dort im Prinzip auch hier nach Europa transportieren. Ja, das ist eine große Aufgabe, die Sie da sehen. Vielleicht darf ich da anschließen. Ich habe heute Morgen eine... Ich möchte, dass... علاوه کنم که ما امروز هم را یک خبرنگار زنده از افغانستان صحبت کردم که چی میتونیم با شما کمک کنیم و این چیزی است که بر ما روان کنیم. In Afghanistan leben und vielleicht gibt es eine Möglichkeit, einen Ausweg zu suchen. Dass wir unsere Arbeit dort fortsetzen können. Vielen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wollen wir es abmachen, weil ich noch keine Gnade daran habe? Weil ich fühle mich nicht mehr. این بسیار مهم است که ما امروز دهی برنامه صدا میکنیم که این صدای ما را بشنوید. هفته گذشته در پارلمان آلمان این موضوع در مورد رسانه ها در تبعید صحبت شد و هفته گذشته اینا پیشنهاد ما را تعقیب کردن و ما باید این مسئله را اینطور جدا فکر نکنیم.
ich bald sage, als ich gebe, sage ich, Mohammed, bitte mal mir, bevor mein Schmerz halt dann beginnt. Ja, bald. Schams Mail aus der Akademie Deutsche Welle. که میدیارا کمک کنیم تا هانچی که هنوز نیمه زنده است یا زنده است کلن نموره trotz dieser schwierigen Situation und auch des تشکر از آقای ماهر که لطف کردن موضوعی که ما میخواستم ادامه بتون پیشتر با سوالشون فرصت دادن که من این مسئله را یادآور شوم دقیقا بحث خبرنگاران در تبعید نیازهایی است که خبرنگارهایی که بیرون از افغانستان است برشان چطور زمینه کار و زندگی جدید داده شود ولی ما در افغانستان دقیقا نسل جوان داریم و مردم را داریم که اونجا زندگی میکنن و اونا هم نیاز به کمک دارن بله ما همه گیره نمیتونیم از افغانستان بیرون کنیم ولی همگی حداقل در کار رسانی و اطلاع رسانی نیاز به این دارن که کمک شون. Er sagt, das ist genau das, was ich eigentlich vorhin auch sagen wollte und deshalb bedankt er sich für die Frage. Es sind Menschen in Afghanistan und viele Jugendliche, viele Menschen, die mit diesen Freiheiten aufgewachsen sind. Wir müssen unterstützen dabei, dass diese Menschen vor Ort arbeiten können. شما میدونید که طالبان در تلاش عزیزان از زمانی که در افغانستان حکومت به دست گرفتن میخواین که به رسمیت شناخته شون و میخواین که فعالیت های خود یا برخورد خود با مردم بسیار خوب نشان بدن و اونا هر روز به نحو میخواین که از رسانه های افغانستان به عنوان یک منبع تبلیغاتی استفاده کنن البته به نفع خودشان seit die Taliban in Afghanistan die Regierung übernommen haben möchten sie auch anerkennen und sie bemühen sich sogar um Anerkennung Aber gleichzeitig schaffen sie es natürlich, die Medien immer mehr einzuschränken und im Prinzip als Sprachrohr und Propagandamedium zu nutzen. ما مردم را داریم که نیاز داره به اطلاعاتی که در رسانه ها در اختیارشان گذاشته میشه اونا باید حقشان از اطلاعات شفاف و اطلاعات دقیق اطلاعات را که واقعیت از برشان داده شده Und die Menschen in Afghanistan haben das Recht, transparente, offene und präzise Informationen zu bekommen. ما جوانان را داریم که در دانشگاه ها به خاطر آینده اطلاع رسانی افغانستان مسلک ژورنالیسم پیش میبرند و اونا باید بدانن که این مسلک کارش اطلاعات دقیق برای مردمش است. Wir haben junge Menschen an den Universitäten, die lernen, was Informationspolitik ist und wie man Journalismus betreibt. و ما کارکنان رسانه ای را داریم که اونا امانتدار اطلاعات برای مردم افغانستان است. ولی وضعیت چیزی نیست که مردم بتانن به حق اطلاع اما اطلاع گیری یا معلومات خودشان استفاده کنند از در افغانستان. و ما هم natürlich auch Menschen vor Ort, die präzise Informationen brauchen. Aber leider ist die Situation nicht so, dass man tatsächlich offen und transparent Informationen vermitteln kann. حداقل چی کار میتونن؟ سازمان های بزرگ مثل کمیته خبرنگاران بدین مرز در آلمان و سازمان های بزرگتر که در جهان کار میکنن به حمایت از رسانه و اطلاعات در کشورهای مثل افغانستان. Ja, was können wir tun? Große Organisationen wie Reporter ohne Grenzen und andere müssen sich dafür einsetzen, dass freie Informationen nach Afghanistan gelangt. بدون شک رابطه وجود داره و
مذاکرات نشست ها جلسات فشار آوردن ها به نحو بالای طالبان هست که باید طالبان شرایط جامعه جهانی را قبول کنه نه اینکه جامعه جهانی شرایط طالبان و چیز را که بالای مردم وضع میکنه Es gibt Möglichkeiten durch Konferenzen durch Bedingungen die man ihnen stellt die Taliban dazu zu bringen die Bedingungen der internationalen Gemeinschaft anzuerkennen und nicht umgekehrt dass die Taliban ihre Bedingungen uns aufoktroyieren خواست ما این است که به طور جدی سازمان ها بخصوص کمیته و دولت آلمان زمانی که با طالبان صحبت می کنند روی مسائل مختلف یک بحث اطلاع رسانی دقیق و حمایت از اطلاعات و آزادی بیان در افغانستان باشه. Meine Forderung ist deshalb, dass wenn man mit den Taliban redet, ganz klar eine Bedingung ist freier Zugang zu Informationen in Afghanistan. حمایت از رسانه‌هایی که فعلا کار می کنند در سخت‌ترین شرایط با سانسور، با تهدید، با مشکلات اقتصادی. Und die Unterstützung der Medien, die jetzt gezwungen sind, unter Zensur und unter Druck zu arbeiten und nicht die Möglichkeit haben, präzise Informationen weiterzugeben. حمایت از خبرنگارهایی که میخواین در افغانستان باشن، اما جانشان مسئول باشه، قرار نیست همهشان از افغانستان بیرون شوند. من کسایی را میشناسم که میخواین کار کنن با رسانه‌های افغانستان، ولی تضمین وجود نداره که جانشان در خطر است یا خیر. Und die Unterstützung von JournalistInnen, die in Afghanistan arbeiten. Sie sagt, ich habe Kontakt zu solchen Menschen, die weiterarbeiten möchten, aber sie brauchen eben eine Sicherheit. Diese Sicherheit muss geschaffen werden. Und دانشگاه‌های خبرنگاری که امروز بر محصلین نمیتونن از اطلاعات، ارزش اطلاع‌رسانی، امانتداری در کار اطلاع‌رسانی یا از نبود سانسور صحبت کنن و او جوانی که قرار است برای آینده یک ژورنالیست شود چی را باید برای مردمش در آینده از مسلک خودش راه کنه؟ Ja, und das Institut für Medienwissenschaften zum Beispiel in Afghanistan, in Kabul, kann eben nicht mehr offen seine Aufgabe erfüllen, den Studenten und Studentinnen beizubringen, wie Informationsvermittlung offen und transparent läuft. Also wie kann der Journalismus in Afghanistan dann fortgesetzt werden? Wie kann eine neue Generation herangezogen werden? Wir wissen ganz genau, dass diese Entscheidungen auch hier außerhalb Afghanistans getroffen werden können. Und die Bedingung ist, dass Sie eben dafür einstehen und neben diesen Menschen und hinter diesen Menschen stehen, die sich für den Journalismus in Afghanistan einsetzen. چند ماهی که طالبان به قدرت رسیدند در افغانستان دیدیم که نهادهایی که مختلفی که سازمانهایی که برای حمایت از حقوق بشر مثل سازمان ملل متحد و نمایندهایی که از طرف ایالات متحده آمریکا به افغانستان در امور زنان و در امور افغانستان و دیگر کشورها نمایندهای مختلف تعیین کردن تمامش به اعلامیه ها اکتفا میکنن متاسفانه هر موضوعی که میشه او را محکوم میکنن فقط و یا در صفحه توییتر خود تو را نشته میکنن که ما این موضوع را محکوم میکنیم ما به شدت نگران وضعیت هستیم به نظر ما نگرانی ها و محکوم کردن ها فعلا به جای نمی رسه Wir haben gesehen in den letzten Monaten seit die Taliban an der Macht sind haben verschiedenste Organisationen auch der UN oder Menschenrechtsorganisationen im Prinzip sehr viele Ankündigungen gemacht und sehr vieles im Internet verbreitet auf Twitter und haben verurteilt aber es ist nicht der Zeitpunkt wo man einfach nur verurteilt es muss etwas getan werden مردم افغانستان کسایی که هستن نمیشه که همه بیرون شوند قسمی که مبینه جان گفت مردم به آزادی بیان نیاز دارن به حقوق اولیه خود نیاز دارن و باید فشار واقعی وارد شود برای بالای طالبان اما قسم که وادار ساختشان به قطر بیاین با حکومت قبلی بشینن گفتگو کنن باید فشارهای واقعی بر اونا وارد شود Rede- und Meinungsfreiheit und Pressefreiheit. Und deshalb muss man Druck ausüben auf die Taliban. Mechanismen des Drucks müssen ausgearbeitet werden, damit sie sich, als ein Beispiel, das sie gibt, mit der ehemaligen Regierung zusammensetzt und eine Lösung für das Land sucht. مثلا نهادهای مثل سازمان خبرنگاران بدون مرز نهادهایی که خارج از دولت کار میکنن برای حمایت از حقوق بشر کار میکنن اینا میتونن بالای سیاستمدارایی که تصمیم گیرنده هستن فشار وارد بکنن und organisationen die außerhalb von regierungen stehen zum beispiel der Reporter ohne grenzen kann dafür sorgen dass dieser druck ausgeübt wird auf regierungen um eben genau das zu ermöglichen و با فشارها میتونن
بدور بدون اعلامیه ها و محکومیت ها که سالا ما تجربه کردیم که به جای نرسید و روز به روز ما همه چیز خود برای یک شبه بالاخره از دست دادیم هیچ چیز به اصطلاح به کرسی نمیشینه و هیچ مشکل حل نخواهد شد. تاس شما گفتین که باید فشار آورده شود. من هم قبلا می رقم فکر کردم. ولی من اطور احساس میکنم که طالبا این فشار اصلا احساس نمیکنن. و با وجود که گفته بودن که تاریخ 22 مکاتب بر دختر باز میکنن ولی مکاتب باز نکردن. وقتی که باید چی آدم باید دقیق بکنه که طالبان واقعا ایره در نظر بگیرن و این تغییر به میان بیارن؟ طالبان شما در جریان هستین که انتظار هستن که به رسمیت شناخته شون. هر کشور به حمایت و پول ضروره داره، هر حکومت، هر نهاد از اون طریق میشون فشارهای مالی را بیشتر بسازن، کمک های بشری را که وعده کردن خودشان برن به مردم مستحق توزیع بکنن. ما شاهد هستیم هر هفته 32 میلیون دلار به افغانستان کمک میشه، پول نقد به ادامه کمک های بشری. او پول به یکی از بانک ها انتقال داده میشه. او هیچ معلوم نیست که او پول چه قسم به دسترس مردم مستحق به کسی که نیازمند کمک است میرسه. نهادهای کمک میکنن، پول را که کمک میکنن، مواد را که کمک میکنن، باید خودشان در محل به مردم توزیع بکنن. اینمی خودش است که اونا به نحوی حمایت مالی صورت میگیره در افغانستان. در صورت که Finanzbereich. Es fließen nach Afghanistan Hilfen, pro Woche 32 Millionen, sagt sie, und die werden verteilt, gelangen in die Banken, also Anschluss des Wirtschaftssystems ist da zu Afghanistan. Aber dann sagt sie, ist es eigentlich wichtig, diese Hilfen auch vor Ort zu verteilen. Die einfachen Menschen müssen die Hilfe im Endeffekt bekommen. فشارهایی را که سیاستمدارا خودشان میفهمند طریقهایش و مردم عام نمیفهمند. فشارهای مختلفی است. Politiker wissen am besten, wie man Druck aufbaut. Also einfache Menschen können da gar nicht so mitreden. Im Prinzip müssen die Politikerinnen entscheiden, welche Mechanismen es gibt, Druck aufzubauen. ما 40 سال جنگ تجربه کردیم، بعد از 20 سال طالبان رفتن، دوباره به قدرت رسیدن. این کلش با یک حمایت قوی صورت گرفته. Wir haben 40 Jahre Krieg erlebt und im Endeffekt kamen die Taliban zurück. پس سیاستمدارایی که طالبان را وادار ساختند پس از 20 سال بشینند به میز مذاکره، حتما ورای را بلد هستند که چگونه با او فشار وارد کنند و چگونه خواستای خود با او بقبولانند و اونا را مانع امتیازگیری از اونا شوند. Die nächste Etappe zu gestalten und dementsprechend die Taliban auch dazu zu bewegen, zu diesen Positionen. Danke, wir haben jetzt noch drei Fragen: eine hier, dann im Stream und noch hinten. Einmal hier. به نظر شما آیا این رژیمی که 20 سال پیش از این کشور تخلیه شد و خارج شد توسط آمریکا، آیا این رژیم با رژیمی که حالا آمده افغانستان رو به دست گرفته تفاوتی داره؟ من به اجازه شما اینو ترجمه میکنم. Ich muss übersetzen jetzt also von Afghanistan International dem Sender und fragt Frau Ibrahim Khil, Sie waren ja auch bei der ersten Herrschaft der Taliban bereits vor Ort. Und jetzt ist erneut eine Taliban-Herrschaft in Afghanistan eingetreten. Hat sich das heutige Regime in irgendeiner Art und Weise verändert zum vorherigen? متاسفانه ما در رژیم اول که در رژیم طالبان بودم فکر وضعیت بسیار خراب بود. مثل حالا هیچ رسانه اجازه فعالیت نداشت، دخترها اجازه رفتن به مکتب نداشتند، زنها مثل زندانی در خانه بودند.
در اوایل که طالبان به قدرت رسیدن فکر می کردیم که شاید اینا تغییر کرده باشند اما متاسفانه با عمل کردهای اخیرشان نشان دادن که هیچ تغییری در سیاست و برخورد این گروه وجود نداره متاسفانه و روز به روز مثل گذشته مثل رژیم گذشته همون محدودیت ها را بر زنان و مردم وضع کردن محدودیت اولشان مانع شدن دخترها از رفتن به مکتب بود که دخترایی که با چقه علاقمندی و شوق رفتن با آغاز سال تعلیمی Sie sagt, am Anfang war natürlich Hoffnung, als die Taliban das zweite Mal kam, weil man kannte das Regime davor und da war alles im Prinzip verboten, um es kurz zu fassen. Und dann hat es sich jetzt im zweiten Regime auch gezeigt, dass es von Tag zu Tag schlimmer wird und dass sie ihr wahres Gesicht immer mehr zeigen und im Prinzip dadurch keine Änderung eingetreten ist. دخترایی که با شوق و با چه قومی رفتند در پشت دروازه های مکتب شما شاهد بودین با چشمان اشبار دوباره برگشتند. Sie haben die Bilder gesehen, wie Mädchen freudestrahlend vor den Schulen standen, um einzutreten, weil sie wieder die Erlaubnis hatten, in die Schule zu gehen, und dann anschließend Tränen vergossen haben, weil sie nicht in die Schule durften. Ma amrayshan ba tamas hastim rozana hama intezar mikashan da yak naumidi dar yak sarasimegi ba sar mibaran umide ba ayinda nadaran. Ich habe Kontakt zu diesen Mädchen vor Ort und habe gesehen, dass sie überhaupt kein Vertrauen und keine Hoffnung mehr in die Zukunft haben. متاسفانه با عملکردهای اخیرشان بازم تکرار میکنم که هیچ تغییری در ایدئولوژی و سیاست طالبا رونما نشده و روز به روز بدترتر شده میره و مشابه مو رژیم اولشان هستند. از دوستا خواهش میکنیم کمک کوتاه‌تر جواب بدن بهتر خود بود. یک سوال دیگه داریم و از سالون و بعدا از آنلاین میگیریم. وقتی که از طریق وزارت خارجه نتانست امکان از این نشد خبرنگاران بدون سرحد در این مورد چگونه خواهد تانستن که کمک بکنن؟ ما میتونم کوتاه بگویم که ما چنین برنامه ها را محافل را برام اندازیم که تأثیر خود داشته باشه مخصوصا در زمانی که جنگ اوکراین هم ادامه داره و ما در امیتر حالت بر افغانستان صدای خود بلند میکنیم معمیال در مورد افغانستان که تأثیرات خود داشته باشه و توجه را جلب بکنیم ما هم رای وزارت خارجه و وزارت داخله به سطح بلند صحبت داشتیم و ای را ادامه خواد دادیم و تقاضای خود ما برشان مشخص خواد ساختیم و ای را ما اتر ساده ایلا نمیتیم و اینجا از داخل سالون کدام چیز میخواین علاوه بکنن از خب سازمان ما متوجه نشد از شما بسیار زیاد تشکر بر از این محفل که برای انداختین و یک نقطه که میخواستم او را علاوه بکنم که اینطور یک تفاوت وجود داره که افغانستان، اوکراین، روسیه و یا بلاروس اینا هم مردم های یکسان هستن و باید ما باید کل ما کوشش بکنیم که افغانستان فراموش نشوه و برای کمک برای خبرنگارای افغانستان
هم کمک‌های سیاسی شبا و هم کمک‌های مالی صورت بگیره. برای کسایی که از روسیه و اوکراین میان بسیار یک کمک‌های صورت میگیره و باید پل‌های مشترک ساخته شود. وقتی که برای اوکراین کمک‌های میشه او را برای افغان‌ها هم قابل استفاده بسازیم. و جی اکس صندوق ما باید کمک شود و که بتانیم مثلا تا نیمه سال کمک های را از او طریق انجام داده بتانیم. سال گذشته هم همکاران ما کمک های عاجل از این طریق انجام دادن. میخوام یک چیز دیگه به علاوه کنم که چقدر دروازه های بزرگ برای اوکراین و چقدر زود باز شد و میتونن که یک قسم دروازه برای افغانستان هم باز شود. و ماها و سال هاست که اینا در زندگی در آلمان زندگی میکنن و خانه به دست نآوردن و در جای درست زندگی نمیکنن و لاگرهای پناهنده ها تا 30-31 از کلتورهای مختلف پالوی هم زندگی میکنن و این یک فشار روانی هست تمام از اینا. وقتی که دروازه باز است باید برای همه باز باشه. در اخیر کم کسی سوال یا نظر وجود داره؟ لطفا خود معرفی بکن. من نوروز هستم و ژورنالیست آزاد هستم و برای دی سایت نوشته میکنم و با خبرنگارم بدون سردم کار میکنم. اول بسیار تشکر بر حمایتتان که از ژورنالیستان افغانی میکنین و طوری که میفهمیم پروگرام برنامه پذیرش برای افغان ها اصلا وجود نداره. دی ژورنالیستانی که در افغانستان هستن و به خطر مواجه هستن، شما با اونا چی میکنین؟ میتونین بکنین؟ آیا شما کدام برنامه و پلان دارین برای حمایت از اونا و برای حمایت از آزادی بیان؟ و میخوایم بفهمم که پلان شما چی است. رپورتران گرینزو یا خبرنگاران بدون سرحد. ما تنها در مورد تبعید گپ نمیزنیم، ما در مورد خبرنگاران بدون سرحد گپ میزنیم. ما از عوامل مختلف وجود دارد که بسیاری نمیتونن که کشور را رها کنن. در شروع سال ما توجه را به این جلب کردیم که چه حالت در ما بین افغانستان وجود دارد و قسمی که شکل جانم گفتن باید شرایط وضع شبه که مثلا شرایط مالی باشه و یا شرایط دیگه که سر از نفشار بره. زمینه رسانه‌ای در افغانستان حالت تأثیرآور است و امرای رژیم طالبان تنها میتونه آدم با وضع شرایط صحبت بکنه. ما میتونیم که امرای سازمان های همکار در این مورد صحبت بکنیم و تنها امرای حکومت و گپ نمیزنیم، بلکه جاهای دیگر هم راه های دیگر هم جستجو میکنیم.
متانا نباید در مورد خارج از افغانستان صحبت کنیم، بلکه بله ما به این باور داریم که ما به افغانستان باور داریم و به آینده افغانستان باور داریم. تنها طالبان نه، بلکه رسانه های در تبعید هم برای ازی است که من یک وقت آرزو دارن که دوباره به افغانستان برن. تشکر. خب و حالا پس از شما تشکر میکنم که اینجا در سالون حاضر داشتین و از شما تشکر که تجارب خود و نظرهای خود بر ما شریک کردین. بر شما موفقیت آرزو دارم در کورس زبان و در ساحه کار. تشکر از شما میکنم، برتان موفقیت آرزو دارم. با امید از اینکه یک آرزوی افغانستان دموکراتیک و امیدوارستم که این آرزو یک وقت با واقعیت مبدل شد. تشکر از ترجمه که بدون زبان نمیتونیم کار انجام بدم و این کتاب نتالی امیری که در کجا میتونه این کتاب آدم به دست بیاره. تشکر از شما هم. آرزوی خوشی و خوبی.